امروز همراه با این روزای خوش رنگ و خوشبو براتون طرز تهیه باقلوای نارگیلی یا روز نارگیلی رو در نظر گرفتم. پس اگه موافق باشید با هم میریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه باقلوای نارگیلی یا روز نارگیلی. با من همراه باشید عزیزان. یه باقلوای نارگیلی یا روز نارگیلی احتیاج داریم به پودر نارگیل 1.5 لیوان، روغن صاف 50 گرم، آرد نصف لیوان، شکر 1/4 لیوان، تخم مرغ 2 عدد، وانیل 1 قاشق مربا خوری، پودر هل 1 قاشق مربا خوری، مغز گردو برای تزیین باقلوا و همچنین زعفران آماده به میزان لازم، همچنین گلاب نصف لیوان. با هم میریم سراغ طرز تهیه باقلوای نارگیلی یا روز نارگیلی. آماده کردن خمیر باقلوای نارگیلیمون که احتیاج به همزن هم نداره، پودر نارگیل رو همراه با آرد شکر تخم مرغ پودر هل و وانیل روغن صاف و همچنین به میزان لازم زعفران آماده. من برای این مقدار مواد خمیر باقلوای نارگیلیمون حدوداً 1 قاشق غذاخوری از زعفران آماده رو به مواد اضافه می‌کنم. تمام مواد رو که ریختیم توی ظرف با هم با دستمون باید کاملاً مخلوط کنیم. عملاً باید تمام مواد رو با هم مخلوط کرد که در آخر یک خمیر صاف و نرم و لطیف رو داشته باشیم. باید کاملاً روغنمون با بقیه مواد کاملاً مخلوط بشه. که تمام مواد لازم باقلوای نارگیلی رو با هم مخلوط کردیم، در پایان کار گلاب رو بهش اضافه می‌کنیم. که گلاب هم اضافه کردیم، گلاب رو همراه با بقیه مواد مقداری با هم مخلوط می‌کنیم که در نهایت خمیر باقلوای نارگیلیمون یا روز نارگیلی ما باید به این صورت نرم و لطیف باشه و کاملا تمام مواد باید با هم دیگه ترکیب شده باشه. میریم با هم مراحل بعدی طرز تهیه باقلوای نارگیلی رو با هم داشته باشیم. باقلوای نارگیلیمون هنگامی که آماده شد احتیاج به پن کردن نداره. برای قالب زدنش احتیاج داریم به ماسوره شکوفه‌ای، یا
کیک رو میذاریم توی یه لیوان که خیلی راحت تر بتونیم از مواد آماده توی قیف بریزیم. تمام مواد آماده رو که خیلی نرم و لطیف هم شده به اندازه گنجایش قیف میریزیم توی قیفمون. احیانا اگه شما قیف شکوفه‌ای در دسترس نداشتید میتونید با دست مواد لازم، مواد آماده شده باقلوای نارگیلی رو با دستتون گرد کنید و بعد قالب بزنید. وقتی ریختیم توی قیف میریم پایان مراحل کار رو ببینیم. سینیف رو کاغذ روغنی گذاشتیم قبل از اینکه مواد آماده شده باقلوای نارگیلیمون رو روی کاغذ روغنی بذاریم فر رو روشن میکنیم روی درجه 180 طبقه بالا و پایین. نامی که کاغذ روغنی گذاشتیم توی سینیف از مواد آماده شده که توی قیف ریخته بودیم و با خیلی کم فاصله به هر میزان که دوست دارید، کوچیک و بزرگیش بستگی به خودتون داره، توی سینیف تمام مواد آماده رو با کمی فاصله میذاریم. میریم با هم ادامه بقیه مواد آماده شده باقلوای نارگیلی رو توی سینی فر میچینم و پایان کار رو با هم میبینیم. دامی که تمام مواد آماده شده رو که توی قیف ریخته بودیم و گذاشتیم روی کاغذ روغنی، مغز گردو رو یه مقدار به ابعاد کوچیک خرد میکنیم و روی خمیر باقلوایی که توی سینی فر چیدیم میذاریم. شما میتونید از مغز بادوم هم استفاده کنید. یه مقدار که مغز گردو یا بادومه که گذاشتیم روی خمیر باقلوا یه مقدار با دستمون فشار میدیم که به خمیر باقلوا بچسبه. هنگامی که با مغز گردو هم روی سطح خمیر رو به این صورت تزیین کردیم میذاریم توی فر طبقه وسط برای مدت 15 دقیقه. پایان کار رو با هم ببینیم. بعد از گذشت 15 دقیقه که شیرینی های نارگیلی رو گذاشتیم توی فر و آماده شد میذاریم کاملا خنک بشه و پایان کار رو با هم ببینیم. هنگامی که باقلوای نارگیلیمون کاملا خنک شد در این موقع باید باقلوای نارگیلیمون رو با شهد شکر ترکیب کنیم. طرز تهیه شهد شکر رو در آموزش‌های قبلی برای شما عزیزان گذاشتم که میتونید با یک لیوان شکر، نصف لیوان آب، سه قاشق غذاخوری گلاب و زعفران به میزان لازم با هم ترکیب کنید. بذارید روی شعله گاز با درجه بالا حدود 5 دقیقه که جوشید شعله گاز رو کم میکنید و برای 3 دقیقه دیگه اجازه میدید تا شهد شکر شما آماده بشه و در آخر چند قطره آب لیمو بهش اضافه میکنید و شعله گاز رو خاموش میکنید. برای این باقلوای نارگیلی باید حتما شهد شکر شما داغ باشه و باقلوای نارگیلی آماده شما خنک باشه. دونه به دونه میندازیم توی شهد شکر و وقتی که با شهد شکر مقدار ترکیب شد از شهد شکر بیرون بیاریم. باید حتما باقلوای نارگیلی شما خنک باشه ولی شهد شکر باید داغ باشه. تمام باقلواهای نارگیلیمون که آماده شده من میریزم توی شهد شکری رو که آماده کردم. خیلی نمیخواد زیاد توی شهد شکر باشه. هنگامی که ریختیم توی شهد شکر و یه مقدار با شهد شکر مخلوطش کردیم از شهد شکر خارج میکنیم.
تمام باقلواهای نارگیلی یا رز نارگیلی رو که آماده کردیم به همین صورت توی شهد شکر میندازیم و بلافاصله در میاریم و پایان کار رو با هم میبینیم. از پایان کار باقلوای نارگیلی یا رز نارگیلیمون، همونطور که دیدید این رز نارگیلی یا باقلوای نارگیلی ما خیلی سریع آماده میشه و همچنین خمیرش هم احتیاج به استراحت نداره. بسیار خوش رنگ، خوش طعم و خیلی لذیذه. این از رز نارگیلیمون، اینم از بافتش که خیلی ترت و نرم و لطیفه. امیدوارم شما هم طرز تهیه این رز نارگیلی یا باقلوای نارگیلی رو تو خونه درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. یادتون باشه مثل همیشه کانال یوتیوب زندگی رنگین رو همچنان دنبال کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب حتما فراموش نشه. لطفاً کانال یوتیوب زندگی رنگین رو به دوستای خودتونم معرفی کنید. تا آموزش بعدی دلتون شاد، لبتون خندان عزیزان.